صبحتان بخیر بازم به, به صبحها زندگی خوش آمدین شما هم بیننده ساعت سوم برنامه امروزی ما کاملا به طور زنده هستین با ما همراه باشین تا ساعت ده و ساشته های جالب برنامه صبح زندگی همچنان لذت ببرین قسمی که از شروع برنامه تا به حال ما گفتنی های زیادی در رابطه به صادرات و واردات در افغانستان داشتیم در این لحظات هم میخوایم بحث داشته باشیم در رابطه که سال 1397 برای افغانستان در عرصه صادرات و واردات چگونه بود و افغانستان تا امروز با کجاها خود را برسانه و پلان برای سال 1398 چی هست و خوشبختانه مهمان عزیزی که از شروع برنامه تا به حال منتظر ایشان هم بودیم امروز در برنامه صبح و زندگی همین حالا با ما هستند محترم شمریز خان مسجدی سخنگوی وزارت مالیه آقای مسجدی خوش آمدین به صبح و زندگی صبح شما بخیر تشکر صبح شما بخیر سلامت باشین ممنون از اینکه بر ما وقت دادین قسمی که خبرداریم افغانستان کشور مصرفی که آه. 90 درصد واردات داره و فقط 10 درصد صادرات حالا این آمار را در سال 1397 همین سال شما چگونه بررسی میکنید تشکر میکنم اول خب معذرت ما را شما را منتظر ماندم متاسفانه همو قسمی که شما گفتین ما یک کشوری هستیم که توازن صادرات و واردات ما برابر نیست بدبختانه صادرات ما تقریبا در حدود ده فیصد کل واردات ما را رقم میزنه و این یک چیز خوب به خاطر رشد پایدار اقتصادی یک کشور نیست ولی خوشبختی ده ای است که از چندین سال به طرف از دو سه سال به طرف در زمان حکومت وحدت ملی توجه بسیار خاصه به افزایش صادرات و به صنعت داخلی صورت گرفته است مثلا اگر ما برای شما رقم بتوم در سال گذشته یا در سال 1396 ما در حدود 54 میلیارد افغانی صادرات داشتیم خیلی و در 1397 این رقم به 64 میلیارد افزایش یافت یعنی ما در حدود 18 فیصد افزایش صادرات داشتیم گرچه که نظر به مقایسه واردات که در حدود در سال 1397 515 میلیارد افغانی بود یک چیز بسیار ناچیزی است ولی افزایشی که صورت گرفته به اساس راهکردهایی بوده که در اواخر ساخته شده و این سال به با سال بالاتر میره مثلا بار اول است که در تاریخ افغانستان ما جلوزی افغانستان را به نام افغانستان صادر میکنیم و الی همین لحظه که ما شما صحبت میکنیم بیشتر از 500 تن از جلغوزه به نام افغانستان مهم. صادر شده به کشور چین رفتن در پهلوی از این دهلیزهای دیگه بین کشورهای جدید مثل هندوستان و اروپا و ترکیه و آسیای مرکزی و به حساب چین و حتی اروپا باز شد که باعث ازی شد که صادرات ما به نحوی بسیار خوب و, و به بسیار زودی به اوجه برسم ولی یک چیز باید ما مد نظر بگیریم که صادرات از طریق هوا همیشه گرانتر از طریق زمین است به این اساس است که حکومت دایی فکر بود چه قدر خوبتر ما میتونیم صادرات از طریق زمین انجام بدیم باز خوبی از این گپی بود که برای بار اول یک راه بسیار تاریخی که قبلا ما راه ابریشم یاد میشد و فعلا ما او را به نام راه لاجورد یکی از معادن بسیار معروف افغانستان است که نامگذاری شد و ای را از دو نقطه افغانستان آغاز میشه که ما از ترغندی ولایت هرات ما و از بندر آقینه ولایت فاریاب ما آغاز میکنیم از پنج کشور که شامل افغانستان، ترکمنستان، آذربایجان، گرجستان و ترکیه و بالاخره به با مارکت های اروپایی در کمتر از یک هفته میرسند ای نظر به دلیل های هوایی بسیار ارزان تر هم است و چندین کشور را در یک وقت در بر میگیره که اولین محمولی از این خوشبختانه از ولایت حرات ما آغاز به کار کرد و دیروز شام که ما معلومات گرفتم از کشتی های ولایت کشور آذربایجان پایین شد و شروع به رفتار خود به کشور جورج... گرجستان یا جورجیا و از اون طرف به ترکیه رسم. پس گفته میتونیم که در کل ما در حالت صادرات خود تنور را آوردیم های خوب برش انجام دادیم ولی در عین حال چیزی که ما زیادتر سرش فکر می میکنیم اویی است که چقدر میتوانیم در پهلوی از که تولیدات زراعتی ما است که یک چیز به حساب اصلی است ما صنایع داخلی خوده تقویه بکنیم تا... آقای مسجدی حالا قبل از اینکه به صنایع داخلی افغانستان برسیم این دهلیت های هوایی که در افغانستان ایجاد شد فکر میکنین که چقدر میتونه مفید باشه و محصولاتی که انتقال داده میشه در عرصه بسته‌بندی از اینا چقدر کیفیت از اینا مد نظر گرفته شده اه. تا اینکه همون محصولات با همون کیفیتی که در افغانستان دارن با همون کیفیت دوباره منتقل شوه و به کدام کشورها منتقل بسیار گپ مهم را یادآوری کردین یکی از دلایلی که بعضی اوقات بعضی از کشورها در موارد یک تعداد اقلام زراعتی افغانستان شک و تردید میکنن و یا او را نمیمانن که به با بازارایشان بره مسئله کیفیت و بستبندی است به می اساس است که ما با سه ارگان اتاق محترم تجارت، ریاست محترم صادرات وزارت محترم تجارت و همچنان اداره محترم یا اتاق محترم صنعت افغانستان و همچنان نهادهای دیگری که کمپنی های خصوصی که در بخش پکیجینگ و کارتنسازی و کیفیت سازی و, و بسته‌بندی کار میکنند بسیار کار نزدیک مشترک ها و از وزارت مالیه ریاست محترم گمرکات ما که در این بخش بسیار فعال به حساب رول داره اینا با هم بسیار نشست های داشتند داشتن کار زیادی کردن تا بتوانند که امو کشورهایی را که ما من حیث تارگت قرار میگیریم که در اونجا ما باید صادرات خود روان کنیم استاندارد کیفیت و از موارد که اونا کدام نه و تولید به کدام استاندارد و به کدام پکیج قبول میکنه او را باید بسازیم و همی بود که حالی فعلا اگر شما متوجه شده باشین حتی انگوری افغانستان در بازارهای لندن هم موجود شد خربوزه ما مثلا در بازارهای اروپا رفت جلوزه ما به چین رسید مثلا میوازات تازه ما به هند میره و کشورهای دی در اوایل ما با مشکلات روبرو بودیم که این مسائل بر ما خلق میکرد تجار ما بسیار میوه با کیفیت ولی در یک بسته‌بندی بسیار هم کیفیت و او زمانی که به او ممالک می رسید اونا قبول نمی کردن تو چون امو اساس استاندارد از او یک چیز می بود و اساس استاندارد مواد ما دیگه چیز می بود خیلون. که با این مشکلات رو برودیم ولی فعلا این مشکل با تقریبا در یک حالت کلی برطرف شده در موارد های هوایی خب باید بگویم که برای بار اول بود که ما توانستیم یک مقدار زیاد مواد خود که تقریبا این سال کوشش میکنیم الی آخر به بیشتر از 5000 تن برسانیم 5500 تن برسانیم از طریق همین دهلیز ها صادر محصولات این محصولات شامل میوه تازه است امه. شامل مثلا هنگ وطنی است شامل تخم مثلا بعضی از میوه‌جات است مثل خربوزه و به حساب تربوز و اینا شامل سبزیجات ما است و همچنان شامل بسیار در بخش بسیار کم مثلا معادن ما است که لاجورد و بعضی از سنگ های دیگه است که او یک قسمت بسیار کوچک میگیره ولی در کل میوجات خشک ماست میوجات تازه است سبزیجات است بعضی از بوته های طبیعی است که در کشورها بسیار چیز داره همین موارد بود که ما از طریق دلیزهای های هوایی به این ممالک رساندیم اما قسمی که پیشتر هم گفتم ماده ای کوشش هستیم که ارزان تر بسازیم دائمی تر بسازیم چون از طریق هوا همیش ما که کار انجام بدیم باید از طریق زمین هم بسازیم ولی مشکل ما ای است که بدبختان ما با همسایه روبرو هستیم در بعضی اوقات که راههای های در فصول که بعض تولیدات ما موافر وافر هستند و زیاد هستند و وقتش است در وقت به با باهانه مختلف مشکلات مختلف خلق میکنه این باعث این شد که ما بیشتر به طرف شمال افغانستان به طرف مناطق های مرکزی رو بیاریم و به طرف جنوب ما با بیشتر از مسائل هوایی کار بگیریم در عین زمان یک بالانس را میخواهیم ایجاد کنیم که هم بتونیم از طریق زمین روان کنیم و هم هم اگر در صورتی که مارکت ما دیگه طرف باشه از طریق زمین مشکل پیدا میشه از طریق خیلی عالی محصولات افغانستان که حالا با این همه جنجال ها و با این همه مشکلات حالا خوشبختانه به کشورهای بیرونی فرستاده میشه فکر میکنین حضورشان چقدر خوبتر بوده و چقدر استقبال شده توسط بازارهای خارجی یعنی واقعا بعضی اوقات که شما به نمایشگاه های محصولات خوراکی بعضی از کشورها برین اولین غرفه که محصولات از این میشه محصولات افغانی چون ما در تولیدات زراعتی خود هیچ نوع مواد کیمیاوی بله. هیچ نما مواد ساخت دست انسان که او را زود پخته کنه و خراب کنه و کیفیتش از بین ببرن نداریم یعنی طبیعی ترین موادی که یا طبیعی ترین تولیدات زراعتی و سبزیجاتی که به این کشورها میره شاید امو بهترین کیفیت ش افغانستان داشته باشه خیلی و زمانی که مشتری ها یا مستحلکین از اونها از کیفیت ازی برخوردار میشن ما به یاد داریم که یک بار در هند نمایشگاه میوجات بود یعنی انار افغانستان اولین ساعتش برداشته شد مشتری هندی یک علاقه خاص به انار افغانستان داشتند با این رقم شما برین مثلا مملکت های دیگر که در تمام دنیا به یک چیز خوب ما مشهور هستیم و اویی است که تولیدات زراعتی ما بدون مواد کیمیاوی است بله. خود ساخته و خود پخته است و به می کاملا طبیعی و به اساس است که اونا علاقه بیشتر به دارن که ما مواد زراعتی و مواد به حساب خوراکی رو به اونا بفرستیم و ما هم وافر داریم فقط مشکل ما قبلا نی بود که مواد که تولید میشد پخته میشد در باغ و باغچه و به با مارکت رسیدگی کرده نمیتونستان یا خراب میشد و یا به نرخ بسیار پایین در تولیدات داخلی در مارکت داخلی فروخته میشد و زارع ما دهقان ما سود نچندان را به خود نمی گرفت امو اساس بود که ما مثلا ای را به مارکت ها رساندیم و اگر شما متوجه شده باشین یک چیزی که جوگزین حتی مواد مخدر شد و اقتصاد خوبی را بر مردم داد و در جهان هم درجه اول کیفیت ها گرفت زعفران ما بود بین می رقم مواد دیگه ماست پس از کیفیت تولیدات افغانی در بازارهای جهانی استقبال بسیار خوب میشه در نمایشگاه ها بسیار خوب استقبال میشه و ما در این کوشش هستیم که چقدر بیشتر چه مدن از این رو آرام خیلی علیم وزارت مالیه چرا کار نظر گرفته تا که بتونه تشویق بکنه سرمایه دارا را در دا این تا اینا صادراتشان بیشتر بسازن و در مقابلش چگونه راهکاری را گرفته تا که کاهش صورت بگیره در راستای واردات در افغانستان ما به صادرات است... مواد زراعتی مواد به حساب محصولات سبزیجات میگن هیچ نوع محصول اخذ نمیکنیم خیلی یعنی می که در برابر واردات ما صادرات ما بدون محصول بشه یک مثلا مسئله دوم ما در هر جای تمام طرز العمل و پروسه های خود به اندازه ساده ساختیم که در یک جای در یک نقطه مثلا شما اگر به میدان هوایی کابل برین که فعلا تمام صادرات اکثریتش از اونجا صورت میگیره ما یک مکان را ساختیم شاید به اندازه هم استودیو شما باشه که در اونجا نماینده هر ارگان موجود است و اسناد باید به با مو سیستمش فقط در ظرف چند دقیقه از یک نقطه خارج شود در حالی که یک سال یا دو سال قبل طوری بود که یک صادر ما اول باید میره به با اتاق میرفت باز میره به با وزارت تجارت با, با گمرکات می باز خودش یعنی یک دو روز از این تنها صرف اسناد حال تا سیستم میگر. حالی شده. فقط در ظرف نیم ساعت میتونه اسناد خودی چیز کنه مسئله سومی بود که ما با کشورهایی که تجارت داریم به خصوصا موارد صادراتی داریم برای گمرکات از اینا ما به تماس شدیم و از اینا خواستیم که موارد کیفیتی موارد استاندارد موارد تای مراحل گمرکی از اینا با ما شریک بسازه ما هم اتاق شریک ساختیم و تجارای خود اطلاع دادیم که شما زمانی که به اینی کشور میرین صادرات میکنین با اینی اسناد باید هم خود داشته باشین و در پهلوی ازی وزارت مالیه نه تنها وزارت مالیه بلکه دیگه اربان هایی که زیراب در پالیسی امه. هستن وزارت محترم تجارت است وزارت محترم اقتصاد است وزارت نه. محترم مالی است همیشه کوشش کردیم که با ایجاد بعضی از مکافادات بعضی از انسنتفز با سرمایگزار خودی را بگیم که در داخل کشور تولیدات کنن در داخل کشور گذاری کنن برشان برق داده میشه برشان زمین داده میشه برشان مثلا بعضی از موارد دیگه مد نظر گرفته میشه تا نه تنهایی که تولیدات داخلی زیاد شد بلکه همی بلانس واردات هم ما کم کنیم در وزارت مالی ما یک کمیته داریم به نام کمیته تعرفه <تصفح> که شامل موین سایبا سکتور خصوصی نمایندگان اتاق خواست. است وظیفه از این کمیته ای است که با در نظر داشت وضعیت داخلی تولیدات تعرفه های بعضی از مواد وارداتی را ازدیاد و یا کم کنه مثلا زمانی که سکتور خصوصی ما به ما میای و میگه که ما میتونیم اینمی گلاس در ای کشور به اندازه تولید کنیم که به هموطنان ما رسانیده میتونیم ما وقت باز سر واردات که از بیرون میشه تعرفه از این گلاس بالا میبریم کار داخلی ما با این گلاس که از بیرون میاد یک به حساب مجادله و یا رقابت سالم کرده بتونه و اگر بر ما رو بگن مثلا که مواد خوراکی ضروری را ما افغانستان تولید میکنیم و هر آن چیز دیگه پس ما در اونجا مکانیزم هایی داریم که اینا را در یک رقابت سالم قرار بدیم وزارت مالیه من حیث وزارت کلیدی که در خدمت سکتور خصوصی ما قرار داره همیشه همراهشان ماهوار هفتوار و یا به اساس ضرورت مجلس گرفتیم نشست کردیم تمام طرز هایی را که ما میسازیم اولین کسی که ما در او مورد نظرش میگیریم سکتور خصوصی است برایشان روان میکنیم میگیم که ما مثلا در گمرکات خود اینی مسئله را ما جدیدن تطبیق میکنیم نظر شما چی است بعد از اینکه نظر میشه بازو به تطبیق سپرده میشه پس ما همیشه همکارشان هستیم و میخواهیم که صنعت داخلی ما تولیدات ما نه تنهایی که افزایش پیدا بلکه به آسان‌ترین طریقه به مارکت‌های خارجی هم بر خیلی حالی آقای مسجدی برنامه های آگاهی دهی شما در راستای که هموطنان ما و شهروندانی که در افغانستان زندگی میکنن اینا بیاین محصولات افغانی را خریداری بکنن و در کنارش خودشان هم بتونن حداقل کوچک سرمایه گذاری در این راستا بکنن آیا برنامه های آگاهی دهی در این راستا شما تا داشتین بله ما در در گمرکات خود یک اکادمی داریم به نام اکادمی گمرکات مالیات و این اکادمی نه تنها به خاطر که ما به تجار خود به مامورین خود خود بعضی از موارد تعلیمی را یاد بتیم به خاطر از استفاده میکنیم که تجار خود و خود اونجا بخوایم برای زونا در موارد مسائل گمرکی صحبت کنیم در عین زمان مثلا ما روز جهانی گمرکات تجلیل میکنیم روز جهانی مالیات تجلیل میکنیم و در اون موارد ما امرشان صحبت میکنیم که در کجا چی نوا چی موارد را باید اینا انجام بدن و در عین زمان خود ما در وزارت ها مثلا در ادارات دولتی کوشش اول ما است که تولید با کیفیت داخلی را استفاده کنیم اگر شما چند قبل متوجه شده باشین رئیس جمهور حکم داد که باید در غذای اردوی ملی از سیب ولایت وردک استفاده شود یعنی ما بهترین سه به روی دنیا را رو داریم بهترین میوه را داریم پس چرا استفاده نکنیم و یا حتی اگر تولید داخلی باشه و در برابر تولید خارجی قیمتش حتی تا 20 25 درصد گزاف هم باشه باز هم ما ترجمه میتیم که او را استفاده کنیم در عین زمان خواهش ما از هموطنان ما در کل امی است که وقتی که یک صنعت کار ما همت میگذاره در ای حالت مشکل سرمایه‌گذاری میکنه تولید میکنه و کوشش میکنه که تولید با کیفیت کنه باید ما هم از او استفاده کنیم تا برای از او یک مارکت ایجاد شه و یک تجارت پر منفعت داشته باشه اگر تجارت از او منفعت نداشته باشه تولید از او فروخته و ما همیشه یک چیز خارجی رو بگیریم پس هیچ وقت صنعت ما رو بر رونق نمیره ولی چیزی که مهم به صنعت کار ما از او است که باید کیفیت تولید خود ما نظر بگیره چون مشتری یک شخص آزاد است و همیشه پشت از این که چه رقم در قیمت پایین چیزی با کیفیت را بگیره اگر اینا سر کیفیت خود توجه نکنه من حیث یک شخص آزاد هیچ وقت کسی را مجبور به این ساختن نمیتونه که تولید به کیفیت تو را خریداری کنه پس اگر صنعت کار ما سر تولید در کیفیت تولید فکر کنه و مشتری ما حس همکاری به صنعت کار ما را داشته باشد، دا و او صورت ما میتونه که صنعت داخلی خود با خوبی انجام خیلی عالی از برنامه های بعدی تان برام بگین چه پلان های مد نظر دارین و چه خبر های خوش در راه هست در این تشکر می کنم پلان های بعدی خویی است که ما در راستای ازی در کوشش ازی از که چندین راه زمینی دیگر را هم باز کنیم با کشور ازبکستان با کشور تاجکستان با کشور حتی هند ما بتانیم که از طریق آبهای چابهار تولیدات خدا آسان روان کنیم و یا از طریق کشور پاکستان که همراهشان مذاکره میکنیم و یا کشور ایران پس اولین چیزی که برای ما اهمیت داره که بتانیم راههای دیگری را به کنیم در داشته باشیم در مسئله دوم برنامه های پالیسی ساز دیگری را در راه است که بتانیم چگونه زمین های خوبه با برنامه های خوب در خدمت سنت کار خود قرار بتیم تا بتانه که سنت خود ایجاد کنه چی گونه میتانیم که مالیاتی از اینا را کم بسازیم چگونه گونه میتانیم که موارد گمرکی و که برای از اینا مشکل ساخته اونا را آسان تر بسازیم و در بخش پالیسی وزارت های دیگه هم قرار داره که اونا هم در راستا کوشش میکنن و موارد خوب را مد نظر بگیرن ان موفق باشین پس از و دستاوردهای بیشتر در راستا داشته باشین ممنون از اینکه امروز برگزار شد هم بخیر باشین